برگشتیم و همچنان تشکر میکنم از شماهایی که بیننده حساب جهان هستین و در این بخش برنامه البته نعمت الله گوهری را آنشناس با خود داریم و موضوعی که انتخاب کردن فرزند پروری مثبت. میبینیم که فرزند پروری مثبت یعنی چی؟ چطور میتونیم فرزندای خود به راه خوب و به اندیشه های مثبت پرورش بدیم؟ سلام، صبح شما بخیر. سلام خدمت شما و خدمت همه کارمندای تلویزیون خوب جهان و یک سلام دیگه خدمت همه بیننده‌های عزیز که از این دریچه ما را میبینن. امیدوار هستم صبح خوب و پر انرژی را آغاز کرده باشه. سلامت باشین و من راجع به موضوعی که انتخاب کردین فرزند پروری مثبت یعنی چی؟ چطور میتونیم فرزندای خود ما مثبت پرورش بدیم، یعنی خوب پرورش بدیم؟ خب در قدم اول باید یک نکته را یادآور شوم که کودک آینده یک جامعه هست و زمانی که ما بخوایم یک آینده یک جامعه سالم داشته باشیم باید کودک را تربیت کنیم که به شیوه سالم باشد تا جامعه سالم را به بار بیاره و خانواده عزیز توجه داشته باشند که کودک همانند یک لوح سفید هست. هر آن چیزی که روی لوح نوشته شوه قابلیت جذب را دارد، یعنی کودک او را میتونه به خود انتقال بده و جذبش بکنه. فرزند پروری مثبت بهترین راه یا موثرترین راه به خاطر تربیه سالم کودک هست، یا میتونیم بگوییم یک روشی است که کودک را جنبه های مختلف کودک را رشد میده و باعث میشه که یک سازماندهی درست از تربیه کودک به بار بیاره. و کودک زمانی که فرزند پروری درست و سالم صورت بگیره کودک میتونه جنبه های مختلف روانی اجتماعی روابط های اجتماعی سالم را برقرار بکنه. بله، و چطور ما میتونیم رفتارهای نامطلوب کودک خوب بسازیم یا هم درست بسازیم؟ بله، راه های مختلف به خاطر تبدیل رفتارهای نامطلوب به رفتارهای مطلوب کودک وجود داره که در قدم اول باید زمانی که کودک یک رفتار نامطلوب یک رفتار اشتباهی را انجام میده در قدم اول باید فهمیده شود چرا، چه دلیلی وجود داشته که چون این رفتار را از کودک سر زده. و بهتر است چند نکته قابل توجه و یادآوری باشه که زمانی که کودک یک رفتار ناسالم را انجام میده شاید به خاطر جلب توجه باشه، به خاطر از اینکه مادر به او توجه بکنه، پدر به او توجه بکنه، والدین به او توجه بکنه، این رفتار را از خودش سر زده است. یا هم میتونه به خاطر از اینکه کارهای امور خانه را به دست بگیره و قدرت نمایی بکنه در اینجا که واقعا من وجود دارم در خانه و این باعث میشه که بعضی از رفتارهای نامطلوب رفتارهای پرخاشگرانه را در خانواده و در محیط خانواده انجام بدن. و همچنان میتونه بعضی بیماری ها باشه، بعضی خستگی ها باشه، افسردگی ها باشه که کودک را وا بداره که رفتارهای پرخاشگری را یا رفتارهای نامطلوب را در خانواده انجام بده. و این بهترین راه است که ما دلیلی را باید بفهمیم. بله، آیا کدام سن مشخص داره که کارها را انجام میده کودک یا همی که سال بعدی که مثلا بعضها در کوچه ها میباشن رفتارهای بد را از کوچه میاموزن و او را در خانه انجام میدن، این هر دو عامل شده میتونن؟ بله، یعنی آن چیزی که کودک میتونه جذب بکنه یک رابطه همسالان است، رابطه جامعه است، رابطه اجتماع است، رابطه مکتب است، رابطه دوستانش است که میتونه برخوردهای متفاوت را از اونا جذب بکنه و منشأش هم اونا باشه. پس راه موثر به خاطر این قاطعیت و قانونگذاری در خانواده هست. اگر کودک اگر خانواده یک قانون یک نظم درست داشته باشه که از اوقات کودک مدیریت درست صورت بگیره میتونه از رفتارهای نامناسب و رفتارهای پرخاشگرانه پیشگیری صورت بگیره. بله، و کودک از نامش پیدا هست که اشتباه باید بکنه، نمیشه که وقت بزرگ شد او اشتباه انجام بده، اما در بعض خانواده ها تنبیه خیلی زیاد هست و برعکس در بعض خانواده ها وقتی یک طفل یا کودک یک کار انجام میده تشویق میکنن که آیا اینا هم اگر از حد بگذره در پرورش مثبت و منفی نقش داره یا خیر؟ آنچه که متاسفانه در جامعه در خانواده ما زیاد بسیار شایع است است که کودک را همیشه با تنبیه، با دشنام، با رفتارهای برعکس ناسالم
او را تنبیه میکنن و این بسیار یک رفتار غیر معقولانه است. آنچه که خانواده باید توجه داشته باشه، پیامد بگذاره برای کودکش. کودک زمانی که کار خوب را انجام میده، باید برای او پاداش در نظر بگیره. و پاداش طور باشه که همون لحظه باید احساس بکنه که خانواده به ما توجه کرده و این کار کار مناسب است که من انجام دادم. و برعکس، اگر زمانی که رفتار نامناسب داره، باید پیامد منفی بر از او داشته باشه. مثلا کودک است، گلاس چپه میکنه زیاد یا نان خوردن اصلا یاد نداره، در اینجا یا هم مشق کارخانگی های خود انجام نمیده، در بدل از این باید کودک چونین برش اطلاق شوه، باید گفته شوه که اگر کارخانگی هایت انجام ندادی، تو را دیگه نمیمانم تلفن دست بزنی، نمیمانم که بازی با تلفن بکنی. همینطور برعکس، زمانی که کارخانگی هایت انجام دادی، میتونی یک چیزی را برش تحفه بدی و این بسیار مؤثر است به خاطر کنترل رفتارهای نامناسب. بله، و وقت گفتیم که کودک اشتباه انجام میده، اکثر خانواده ها اونا را دشنام میدن. که ای در تربیت مؤثر هست یا خیر؟ مثلا وقتی کار انجام میتن، یک نام را میگیرن که چرا تو کردی یا بد کردی یا بعض از گپ هایی را انجام میتن. و ما فکر میکنم وقتی طفل در حالت رشد میباشه، چون هر اون حرفی که ما بزنیم، اگر خوب بزنیم، خوب او جذب میکنه و بعد بگوییم بد. و در گذشته ها و در آینده ها وقتی اونا بزرگ میشن، همی اعمالشان دوباره بر میگرده. و هم از که بعض از اطفال میبینیم که وقتی جوان میشن بسیار کلشخ میباشن، کارهایی را انجام میتن که نه از قانون ترس دارن و نه از خانواده. همون تنبیه و تحقیر که در کودکی شده تاثیر مستقیم داشته. یک چیزی که خیلی قابل یادآوری است، این عملکرد خانواده سبب این میشه که فردا روز جوان ناسالم به بار بیاید. یعنی زمانی که تو تحقیر میکنی، توهین میکنی کودک را، کودک سرزنش میشه و در اینجا عقده گشایی میشه، زمان عقده به خود میگیره و ایره در آینده عقده گشایی میکنه، برعکس از اون مسئله. و بهترین را ای است که بحث مستقیم با کودک باشه. کودک را اگر از کودک یک رفتار ناسالم سر میزنه، او را روبروی خود شانده و از او اول توجه او را جلب کنه، بعد از او سوال کنه چرا چی دلیلی بود که کار انجام دادی. و زمانی که چنین عمل صورت گرفت، کودک متوجه میشه که آیا ما چه عمل انجام دادیم که از ما چنین سوال میکنه. و اگر کار اشتباه را بر توجیه کرد، گفت ما به خاطر اینی دلیل، شما برعکس برای از او راه های مثبت را پیشنهاد کنین که این کار به جای از این کار باید انجام میدادی. و این بسیار مؤثر است که کودک به تفاوت های فردیش توجه شود. کودک، این بسیار طبیعی است که کودک اشتباه میکنه، هیچ کودک کامل نیست و هر کودک تفاوت های فردی خاص خودش را داره. ممکن بعضی کودک ها هست که دیر بسیار یاد میگیرن مسائل رفتاری را، مسائل ششت و برخواست را، و بعضی کودک ها هست خیلی زود یاد میگیرن، این تفاوت های فردی را نشان میدن. پس خانواده توجهی که باید داشته باشه به تفاوت های فردی کودک توجه داشته باشه، از نگاه های مختلف، از جنبه های مختلف باید توجه داشته باشه که کودک چرا این مشکلات را داره یا چرا این مهارت ها را یاد نمیگیره. و اگر کودک در یادگیری مهارت های رفتاری دچار مشکل بود، خانواده باید اینا را ارتباطش با روانشناس قائم بکنه و از اونا نظر بخواه که چگونه میتونه این رفتارها را درست یاد بگیره و مهارت های زندگی را چگونه بیاموزه. بله، و بهترین راهکار برای تبدیل کردن رفتارهای نامطلوب کودک چه هست؟ بهترین روش انتخاب پیامد هست. اما که قبلا ذکر کردیم، انتخاب پیامد میتونه منفی و مثبت باشه. اگر کودک کار را انجام ناپسند را انجام داد، بهترین روشی است که برای او تکلیف گذاشته شود، یعنی محروم سازی شود. محروم سازی هم به طور باشه که از 15 تا نیم ساعت نباید بیشتر محروم شود. مثلا کودکی است که شب دروری زیافت میکنه، بله، و ای هم فقط به دلیلی است که خبر نمیکنه والدین را، بهترین را یا هم کارخانگی خود انجام نمیده، بهترین رایی است که او را محروم بسازم از چیزی که او علاقمند به او است، مثلا تلفن، تلویزیون، شبکه‌های اجتماعی، از اینا محروم بسازه میشه.
تا او پی ببره که اگر این کار اشتباهی را من انجام دادم، ما باعث میشه که من از این محروم شوم و این کار اشتباه را دوباره تکرار نمی کنم. و برعکس اگر کار درست را انجام داد، مثلا نمره خوب گرفت، درس ای خوان، باید یک پیامد مثبت داشته باشه. یک چیز برای از او باید تحفه خریده شود و تحفه ها هم طوری باشه که خیلی بزرگ نباشه، قیمتی نباشه و طوری باشه که، یا مثلا از روش دیگه استفاده میتونیم که شما اگر کودک بگیم اگر کارهای متداول خوب را انجام دادی، ما بر تو هر بار ستاره میدم و اگر 10 ستاره را پوره کردی بر تو یک چیز میخرم. این بسیار یک روش ساده و متداول است، بسیار میتونه موثر باشه در جایگزین رفتارهای مطلوب و مطلوب. بله بدون شک، و رفتارهایی را که استاد محترم هم اشاره کرد خیلی ها مفید هست و حسن بعضا در خانواده وقتی میبینیم یک طفلشان یک کار انجام میتن، شما هم اشاره کردین، بر از یک تحفه یا هم یک چیز خیلی بزرگ را میتن و فردا پس فردایی که او طفل یک کار دیگر را انجام میته منتظر به بالاتر از او هست، اما توان خانواده به او یا میرسه یا نمیرسه یا وقت یاری نمیکنه، پس همو است که طفل بعدش عقده میگیره، پس این هم کار خوب نیست. بله دقیقاً، خریدن تحفه های بزرگ به جای ای که نتیجه مثبت داشته باشه، نتیجه منفی را به بار داره و کودک منتظر، همیشه منتظر ای است که در مقابل کارهای خوبی که انجام میده باید تحفه خوب بگیره. ای عملکرد اشتباهی را به کودک میرسونه. پس آنچه که قابل توجه هست است که تحفه ها طوری باشه که کودک را برای امو لحظه عملا و با کارهای بهتر بسازه، نه ای که منتظری باشه که برای آیندهش کارساز باشه. برای از ای که مثلا خانواده هایی است که میگه اگر تو اول نمره شدی من برای تو بایسکل میخرم. خب ای کوشش میکنه که اول نمره شوه و بایسکل به دست میاره، سبا روز فقط درس به خاطر چی میخونه؟ به خاطر بایسکل میخونه، دیگه به خاطر چیز دیگه نمیخونه. او کنه شد میگه اگه تا دیگه هم بخر. به این خاطر است که بهتر است تحفه ها طوری باشه که ملموس باشه، قابل ملاحظه باشه، همون لحظه ای باشه، نه ای که خیلی وقت را در بر بگیره. اگر انجام باره. شد بعد خوب، اگر نه بعدش باز هم به عقده به بار میاد. و بعضی ها هستن در خانواده اکثرا متوجه از این هستن که یک طفل اشتباه بکنه، توجه زیاد به اشتباهات و کارهای بد اطفال هم بر از دای خوب هست یا بد هست. همین که میبینن یک بار دو بار روزانه اونا یک اشتباه رو انجام میتن، یک فرد از خانواده همیشه متوجه از او هست که اشتباه میکنه یا نمیکنه. یک نکته قابل یادآوری است، زمانی که کودک اشتباه میکنه بهترین رایی است که باید توجه بکنه، رفتار او را مورد توجه قرار بده، نه ای که بار بار فقط تنها جنبه منفیش را مد نظر نگیره بلکه جنبه مثبتش را. مثلا کودکی است که روزانه چندین دفعه گریان میکنه و ای اگر توجه کنه چرا، دلیلش را باید پیدا کنه چرا گریان میکنه، ریشه یابی بکنه. بله، و فردا ببینه که چند بار گریان، اگر امروز 3 دفعه گریان کرد فردا چند دفعه گریان میکنه، اگر 2 دفعه گریان میکنه باز اینجا نکته مثبتی است که 1 دفعه کم شده گریانش و این ریشه یابی هم کرده. زمانی که ریشه یابی شد دلایل پیدا شد و به خاطر دلایل راهکار پیدا میشه و زمانی که راهکار پیدا شد مشکل هم برطرف میشه. بله بدون شک، با تشکر میکنم از شما که در برنامه و راجع به موضوع خیلی مهم مالی صحبت کردید. تشکر از سپاسش. بخیر باشین. شما هم تشکر میکنم که بیننده برنامه صبح جهان هستین. اگر رفت و برگشت داریم ما هستیم با شما.